مجاهد بودجه سال 1403 از سوی هیبت الله توشیح شد. مرکز خبرنگاران عزت الله زواب مدیر مسئول نشی مینه پس از 117 روز از بند طالبان آزاد شد. خبرگزاری سپاه پاسداران عبدالغنی برادر و متقی در مراسم تشییع جنازه رئیسی اشتراک کردند. طالبان نوتن را در نیمروز بامیان شلاق زدند. رئیس جمهور قزاقستان وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. باشندگان هرات 200 متر مربع زمین برای ساخت یک مکتب اهدا کردند. برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس قطع شده است. اتحادیه اروپا 400 هزار یورو به قربانیان سیلاب در شمال افغانستان کمک میکند. طالبان سیلاب اخیر در کشور جان 294 تن را گرفت و حدود 15 هزار خانه را تخریب کرد. ازبکستان 200 تن مواد غذایی و غیر غذایی به سیلاب زدگان اخیر در کشور کمک کرد. و همچنان در پایان، دامنه قیام در برابر طالبان در حال گسترش است. مشروع خبرها با گذشت دو ماه از سال مالی رژیم طالبان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته که بودجه مالی سال 1403 از سوی هیبت الله اخوندزاده رهبرشان توشیح شده است. مجاهد با نشر پیام در برگز گفته که این بودجه پس از بررسی‌های مجانبه توشیح شده است. در بودجه مالی سال جاری نیازمندی‌ها و اولویت‌های مردم به گونه گسترده در نظر گرفته شده. همچنان بودجه مالی امسال نیز مثل سال گذشته از عواید ملی کشور تهیه شده است. مرکز خبرنگاران عزت الله زواب مدیر مسئول نشی مینه پس از 117 روز از بند طالبان آزاد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که عزت الله زواب مدیر مسئول نشی مینه در ننگرهار پس از 117 روز از بند طالبان آزاد شده است. تسنیم عبدالغنی برادر و متقی در مراسم تشییع جنازه رئیسی اشتراک میکند. تسنیم گزارش داده است که عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان برای اشتراک در مراسم تشییع جنازه سید ابراهیم رئیسی و امرانش عازم ایران شدند. طالبان نو تن را در نیمروز بامیان شلاق زده. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که نو تن را در ولایت نیمروز بامیان شلاق زده. دادگاه عالی طالبان با نشر خبرنامه گفته است که بر اساس فیصله دیوان جزای محکمه ابتدایی شهری ولایت نیمروز، روز سه‌شنبه 8 تن که متهم به سرقت بودند را در معذر عام از 15 تا 30 شلاق زده است. رئیس جمهور قزاقستان وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. قاسم جماعت توکایف رئیس جمهور قزاقستان در نشست با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفته که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. باشندگان هرات 200 متر مربع زمین برای ساخت یک مکتب اهدا کردند. باشندگان ولسوالی گذره هرات در یک اقدام 200 متر مربع زمین را برای ساخت یک مکتب اهدا کرده است. این زمین روز سه‌شنبه از سوی باشندگان روستای کرد صفری ولسوالی گذره هرات به مقام‌های ریاست معارف طالبان در این ولایت اهدا شده است. برق وارداتی ترکمنستان به بادغیس قطع شده است. منابع ملی در بادغیس میگویند که برق وارداتی ترکمنستان به این ولایت قطع شده است. منابع میگویند که برق وارداتی ترکمنستان از 48 ساعت به این سو قطع است. اتحادیه اروپا 400 هزار یورو به قربانیان سیلاب در شمال افغانستان کمک کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که 400 هزار یورو معادل بیش از 30 میلیون افغانی به قربانیان سیلاب در شمال افغانستان کمک میکند. طالبان سیلاب اخیر در کشور جان 294 تن را گرفت و حدود 15 هزار خانه را تخریب کرده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان آمار جدید از تلفات سیلاب اخیر در برخی از ولایات کشور را ارائه کرده است. جانان سایق سخنگوی این وزارت گفته است که از 20 سر تا اکنون سیلاب در کشور جان 294 تن را گرفته و 266 زخمی بر جای گذاشته است. ازبکستان 200 تن مواد غذایی و غیر غذایی به سیلاب زدگان اخیر در کشور کمک کرده است. مقام‌های طالبان در بلخ میگویند که ازبکستان یک معموله کمک‌های بشردوستانه را برای توزیع به سیلاب زدگان در ولایات مختلف کشور فرستاده است. اندیپندنت فارسی ایران گزارش می‌دهد ممنوعیت سفر آمد کرزی با رشوه آمریکا به طالبان لغو شد. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که از زمان سلطه طالبان بر این کشور در کابل زندگی می‌کند و با محدودیت سفر و فعالیت‌های سیاسی مواجه است، برای دومین بار در این مدت به آلمان سفر کرد. نزدیکای کرزی روز دوشنبه تایید کردند که کرزی برای درمان و معالجه به آلمان سفر کرده است. همزمان با نشر خبر سفر کرزی به آلمان، سازمان روند سبز برابری امرالله صالح در مطلبی که در اکس منتشر کرد نوشت که ممنوعیت خروج آمد کرزی از افغانستان در دیدار اخیر میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر مطرح شده است. روند سبز نوشت هیئت آمریکایی به طالبان هشدار داده است که اگر محدودیت و ممنوعیت سفر آمد کرزی لغو نشود، آمریکا کمک‌های نقد هفتوار خود را با فرضیه کاهش قابل ملاحظه مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. روند سبز این اقدام آمریکا را رشوه به تا
طالبان خواند و افزود که برداشته شدن ممنوعیت سفر آمد که از ربط به جبین ملیشه های طالبان ندارد. طالبان در مورد چیز نمیگوید. عضویت فلسطین در سازمان ملل آیا بحران پایان می‌یابد؟ ماجرای عضویت فلسطین در سازمان ملل از چه قرار است؟ گام اول برای عضویت فلسطین در سازمان ملل در دهه 1970 بایستگی برداشته شد. در می 1964 سازمان آزادی بخش فلسطین عرض وجود کرده که رهبری آن را یاسر عرفات رهبر و بنیانگذار جنبش فتح در اختیار داشت. تحرکات صاف سبب شد که سازمان ملل موجودیت آن را به مثابه نماینده فلسطینی ها به رسمیت بشناسد. مجمع عمومی سازمان ملل در 22 نوامبر 1974 با صدور قطعنامه مقام ناظر را به صاف اعطا کرد که با آن اجازه اشتراک در جلسات آن مجمع را میداد. سازمان آزادی بخش فلسطین بعدتر گام دوم را برداشت که دور از انتظار می نمود. اعلام یک جانبه دولت فلسطینی در نوامبر 1988 عرفات با صدور بیانیه رسمی در حالی که در الجزایر در تبعید به سر می برد چنان کرد. سازمان ملل از بیانیه صاف حمایت کرد و با صدور قطعنامه در دسامبر 1988 به آن مهر تایید زد. قطعنامه سازمان ملل الزام می کرد که زان پس در مکاتبات و مراسلات به جای ذکر نام صاف از فلسطین استفاده شود. اقدام سازمان ملل در آن زمان نشان داد که فلسطین شایستگی دولت شدن را دارد و می تواند در آینده عضو این سازمان نیز باشد. گام سوم از سوی محمود عباس رئیس فعلی جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین برداشته شد. فتح پس از آن که از عملیاتی سازی مفاد توافقنامه اسلو ناامید شد، دست به دامن سازمان ملل شد تا عضویت آن را حاصل کند. مفاد پیمان اسلو اگر جامعه عمل بر تن میکرد کشور فلسطینی با مرزهای مشخص تشکیل میشد که چنین نشد. در نهایت عباس با سازمان ملل پناه برد که اگر نتواند کشور فلسطینی تشکیل شود، حداقل با عضویت در این سازمان برخی امتیازات را به دست آورد. او در سپتامبر 2011 از شورای امنیت برای عضویت در سازمان ملل درخواست کرد ولی در دم از سوی امریکا رد شد. بعدا مجمع عمومی در 29 نوامبر 2012 با تصویب قطعنامه وضعیت فلسطین در سازمان ملل را از نهاد ناظر به دولت ناظر غیر عضو ارتقا داد. آن قطعنامه 138 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع آورده بود. گام چهارم هم اعضای عباس در دسامبر 2014 برداشته شد و در آن زمان بار دیگر از شورای امنیت خواستار عضویت کامل شد ولی اعضای امریکا رد شد. تلاش های رئیس فتح در نوبت پنجم باز هم به دلیل استفاده از حق اوتو اعضای امریکا بی اثر شد ولی مجموع عمومی در کنار او استاد که جزئیات آن در مقدمه اشاره شد. آیا عضویت فلسطین در سازمان ملل به معنای پایان بحران است؟ واقعیت این است که اگر فلسطین به گونه رسمی 194مین عضو سازمان ملل هم شود، باز هم بحران جاری میان آن و اسرائیل حل نمی شود. فلسطین همین حال به مثابه یک دولت عضویت نیمه کامل سازمان ملل را دارد ولی کوچکترین پیشرفت در وضعیت زندگی فلسطینی ها رخ نداده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید.